اینجا آقای مهندس رضا و عزیزمون آقای محمد هستن که میخوام سرمله کنن و یه نکاتی رو خدمتتون بگن و اینستاگرام هم حتما آقای محمد جوین باشین که همزمان ببینین چه خبره. سلام، خوب هستین؟ دوباره سلام. دوباره خواهش میکنم اگر سوالی هستش در رابطه با حالا من خانم دکتر، چون بارها بعضی که حالا ممکنه بار اول بوده برنامه رو دیدن توی تلویزیون یا توی اینستاگرام لایو اینستاگرام پرسیدن، من یه توضیح مختصری اگر وقت باشه بدم که خانم دکتر شیرین نوروی بورد تخصصی روانشناسی بالینی، درمان خشم، استراب و افسردگی، درمان ترس ها و نگرانی ها، درمان اختلالات بعد از سانحه، درمان مشکلات جنسی، آزمون برای شناخت شخصیت و عدم تمرکز، مشاوره قبل و بعد از ازدواج و آزمون های معتبر روانشناسی. من هم در خدمتون هستم در لایو اینستاگرام، اگر سوالی هست اونجا بنویسید میخونم که شما پاسخ بدین خانم دکتر در تلویزیون. سپاس فراوان عزیزم. خب موضوع امروز این بودش که چرا ما اینقدر ناراحتیم، چرا خودمون با خودمون حال نمی کنیم، چرا انقدر خودمون رو سرزنش می کنیم، چرا انقدر خودمون رو پایین میاریم، چرا احساس گناه می کنیم و در واقع چرا احساساتمون رو نادیده می گیریم و بلد نیستیم احساساتمون رو بیان کنیم. و در نهایت زمانی که من نمیتونم احساساتم و حالم و به یارم، دوستم، کارمندم، رئیسم، بچه هام، اطرافیانم بگم، در نهایت اینا رو میخورم و منجر به افسردگی میشه، منجر به غم و افسردگی زیاد میشه و بیماری های مختلفی میگیرم. بسیاری از میگرن ها، پشت درد ها، سردرد ها، کمر درد ها، درد های سایکوسوماتیک که ما هر دکتری میریم میگن که هیچی نیست، از همین نداشتن جرأت ابراز احساساته. خب ابراز احساسات کار ساده ای نیستش، مسلما کار سختیه و به خصوص ما در جامعه ای باشیم که گفتن نگو، حرف نزن، تو دلت بریز، باز نکن خودتو. چون من در بعضی از گروه های فامیلی خودمون که هستم و دارن عزیزانم نگاه میکنن، میبینم که اولا فامیل فقط با خود فامیله، با کسای دیگه رفت آمد زیادی ندارن و بعدم احساساتشون رو راحت نمیتونن بگن و وقتی یکی احساساتش رو میگه آدم ها معمولا قضاوت میکنن، آی چرا گفت، این یه چیز خصوصیه، نباید بیان کنی. و ما بچه ها رو از همون کودکی همچنین تربیتشون میکنیم که بخور، درونگرا باشو، نگو، مردم قضاوتت میکنن، آبروریزی داره، مردم فکر میکنن که تو بچه فلانی، در جامعه مورد تشویق قرار نمیگیری و در خونه مورد تشویق قرار نمیگیری. بنابراین ما احساساتمون رو با خودمون حمل میکنیم، همینجور با خودمون حمل میکنیم، چون جامعه نمیپسنده، خانواده نمیپسنده. حتی بچه یه کتاب خیلی قشنگی دارم میخونم، استیچز، خیلی جالبه و راجب این که بچه 7 ساله داره حرف میزنه، داره جملهش رو میگه به مادر یا مادر بزرگ، مادر بزرگ میگه نه برو بخواب، برو بخواب، برو بخواب، دیگه وقت حرف زدن نیست. این بچه میگه تو رو خدا یه چیزی شده برو بخواب. بچه رو عکسش رو هست، برای کتابم تو آفیس همه، نشون میده که مثل که وقتی رفته خوابیده توی تونلیه، مثل دستگاه امارای، تونل بسته، دهانش بسته، بعد نقاشیشو داره میکشه. وقتی بزرگتر شده 7 سالگی چه اتفاقی افتاد، چجوری منو خفم کردن، چجوری نگذاشتن حرفمو بزنن، چجوری سرکوبم کردن. و اینا رو ما میبینیم که تمام اینها از ریشه میگیره، از نوع برخوردی که مادر و پدر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، اطرافیان با بچه ها دارن، از همونجا سرچشمه میگیره و جرأت ندارن احساساتشون رو بیان کنن، چون اگر بخوان بیان کنن مورد قبول نیست و ساکت باش و حرف نزن. ما نمیتونیم راحت مهارت های شنیدن رو یاد بگیریم، به بچه‌مون گوش کنیم و بفهمیم که چی میگه، یا به همسرمون، به همکارمون، به هر کس همین داستان رو ما داریم.
برای غم و اندوه میشه. خب وقتی که غم و اندوه میمونه تومون تبدیل میشه به افسردگی و بسیار ناتوان میشیم و هر اتفاق کوچیکی باعث میشه که ما خودمونو بخوریم. وای چرا اینجوری شد، وای چرا اینجوری شد. یادته الان که تو این رابطه با طرف، حالا یه خانمه یا آغاز، به جایی نرسیدم، مادرمه به من گفت تو ارزه نداری، تو لیاقت نداری، ریخت تو نگاه کن، دختر خالت رو نگاه کن، پسر خالت رو نگاه کن، ببین اینا چه با ارزن، ببین اینا چه با لیاقتن. و من اتوماتیکلی میرم اونجا و اون زنگ ها میاد توی گوشتون و بهتون میگه که ارزشی نداری که تو، مهارتی نداری که تو. حالا خیلی دکتراشونو دارم، من باشون صحبت میکنم، دکتر قلب، دکتر اعصاب، دکترای اصلا باورتون نمیشه، عمل جراحی اینا، میگم واو من سایتتون رو دیدم چقدر خرشنگه، چقدر ما چیزی نیست، چیز مهمی نیست. وقتی عمیق میرم ببینم واو، احساس گم شدن در خودم، احساس این که من خوب نیستم، من چیزی نیستم، و شاگرد اولم بودم، چیز مهمی نبودش، من فقط درس خوندم، چیزی نبوده. پس ببینید ما کجا گیر میکنیم، کجا گیر میکنیم و دلایل برای غم و اندوهمون کجاست. یکی اینکه خودمون، حرمت به نفسمون برای خودمون پایینه، من خوب نیستم. مادرم هم گفت خوب نیستی ها، شیر برنج وار رفته، چپول خیکی و و و و شله نمیدونم اون سفیری که میپزیم چیه و اینا هستید، چشش ضعیف کوری، و گفتن تو خانواده ها گفتن پس من باید قهرمان بشم تا خوب بشم، پس من باید برم که از دیگران تازه مراقبت کنم به جای خودم، من چیزی نیستم. و بعد وقتی این پیش میاد میبینیم ما پشتیبانی نداریم، قماندمون زیاد میشه، پشتیبانی نداریم. خودم هم که نگاهم به خودم اینه و فکر میکنیم غم و اندوه یک ضعفه. نه، خیلی چیز طبیعیه، خیلی چیز طبیعیه و ما قراره نگاه کنیم که این غم هست، این اندوه هست. ما غم داریم، راجب ایران غم داریم، راجب افغانستان غم داریم، راجب این آدم کشی ها و جنگ هایی که اینجا میشه و شیکاگو و اسلحه داشتن و و این نابرابری ها غم داریم، ظلم شدن به اقلیت ها غم داریم، همه اینا غم داریم. ولی آخه ما چجوری میخواییم با این همه غم میخواییم چیکار کنیم؟ آیا یه کار داوطلبانه انجام میدیم یا غممون رو مخفی میکنیم یا با هم دیگه صحبت میکنیم، احساساتمون رو به هم میزنیم یا در انزوا گیر میکنیم و به زندگی خودمون میپردازیم انگار نه انگار، و یا یه ماسکی داریم به صورتمون که این ماسک انقدر سفته کسی نمیشه بازش کرد، جلوی مردم ظاهر رو حفظ میکنیم. و چقدر گفتگوی درونی منفی داریم که بابا تو کاری نمیتونی بکنی، تو بهت گفتن، از کودکی هم به تو گفتن که تو آدم شایسته ای نیستی و کاری که از عهدت بر نمیاد همینجا هم که هستی خیلی خوبه. احساس عدم توانایی و غم زده و بحران زده و احساس کم بود اونجاست که تبدیل به این افسردگی شدید میشه. بعد من خوب نیستم، کارام خوب نیست، تمرکزم هم خوب نیست، رفتارم هم خوب نیست، گفتارهای درونی منفی 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 برای خودمان دارم، سطح استرسم میاد بالا، عزت نفسم میاد پایین و گیر میکنم و چقدر میخوام تلاش کنم، چقدر میخوام بجنگم و شروع میکنم افسرده شدم و این افسردگی دیگه یه جوری منو رها نمیکنه و دلایلش هم نمیدونم، ولی دلایلش مقدار زیادیش همینه که صحبت کردم، دلایلیست که صحبت کردم. و من نه تنها اگر اشتباهی کردم خودم رو نمیبخشم، دیگران هم نمیبخشم، فکر ترمیمم ندارم، فکر بازسازیم ندارم و فقط محدودیت هامو میبینم. اونجاست که توی چاله افسردگی میفتم، راه رفتنم بد میشه، حرف زدنم بد میشه و قبل از اینکه برم یه روانشناسی ببینم میرم پیش یه دکتر دارو میگیرم. دارو منو چیکار میکنه؟ مثل یک آدم بی‌حس، مثل یک
انرژی ندارم، حرفی ندارم، بخورم، بخوابم، اضافه وزن بشم و حالم بد بشه. اینا موضوعی است که اتفاق میفته و ما میخوایم با خودمون کار کنیم که چگونه میتونیم روی خودمون کار بکنیم. احساس گناه و پشیمونی احساسی است که ما خودمون به خودمون میدیم. چگونه در چالش های بزرگی که اتفاق میفته تو زندگیمون و خودمون رو نمیبخشیم و دیگران رو نمیبخشیم، خشم داریم، نارضایتی داریم و در مورد خودمون بیشتر از همه سختگیری میگیریم. خطاهامون فکر میکنیم دیگه آخر دنیا شده. مادرم گفت تو اینجوری هستی یا تو اصلا بلد نیستی شوهر گیر بیاری، تو اصلا بلد نیستی با دخترها چجوری حرف بزنی، سالمم که نیستی، این غذا خوردن، این حرف زدن، این ریختته، این اشتباه رو کردی، این اشتباه رو کردی. و احساس گناه و پشیمانی به فرزندانمون میدیم و خودمونم داریم. توی مهمونی میریم یه چیزی که اینجا ظاهر رو حفظ میکنیم و حالا خیلی از زن و شوهر رو هم دیگر ببوس و فلان اینا، تو ماشین میان اصلا ایراد میگیرن. حتی انقدر ما مریض میشیم که وضع سلامتیمون اثر میگذاره و این افسردگی ما رو بیمار میکنه. و مهمتر از همه شرمندگی از خودمون، شرمندگی از بودنمون، شرمندگی از بدنمون، شرمندگی از حرف زدنمون و از همه چیز ناراضی هستیم. اونجا رو میریم توی افسردگی و هیچ چیز خوب خودمون رو نمیبینیم. و اینکه من اشتباه کردم خودم رو میبخشم و اشتباه کردم تموم شد رفت. خب حالا من اگر سوالی هست بخونین لطفا، اگر نکته هست بخونین، وگرنه من میخوام راجع به این که ما مسئول عمل خودمون هستیم، ما باید بازسازی کنیم، ما باید ترمیم کنیم و پشیمونیش اشکالی نداره و با یک دونه چکش نامرئی توی سر خودمون نزنیم. الان نوشتن که ساعت شما به وقت ایران خیلی دیره، عوضش کنین. خب عزیزم ببین قربون جون برم، شما اگه تو زندگیت هم نگاه کنی این حالتی که داره میگه عوضش کنیم، میگه نمیتونیم عوضش کنیم، تلویزیون برنامه داره، خیلی مسائل داره، ما خواستیم این کارو کنیم ولی نشد. خانم دکتر یه سوال بود راجبه، گفتین شما اشاره کردیم به مسائل افغانستان، گفتن که راجبه این توضیح بدید اگر میشه مشکلاتی که زنان در افغانستان دارن. بله جز سوالمون الان نیستش، الان جز نکتمون نیست، حتما اینو مینویسم راجبه اون صحبت میکنیم. سوال بعدی پس دوستان عزیز اگر سوالی غیر از این دارن لطفا در لایو اینستاگرام بنویسن، من پاسخ. سوالاتی که در رابطه با خودتون دارین، حالا احوال خودتون دارین، اگر سوالی هست اونجا بنویسن، سوالی بعد من حتما جواب میدم. به منو قطع کنید آقای محمد وقتی سوالی داشتید، متوجه شدید؟ بله حتما. بله و مهمتر از همه ما داشتیم صحبت میکردیم که چگونه ما میتونیم خودمونو ببخشیم. ما انسانها دقیقا مانند همدیگه ویژگی‌های مشترکی داریم. بعضی از افراد به طور طبیعی نسبت به دیگران بخشنده در هستن، میبخشن و اگر حرمت به نفس بیشتری داریم بیشتر میبخشیم، چون ما حاضر نیستیم که با این غم و درد نبخشیدن زندگی کنیم، برای اینکه حالمون بد میشه. وقتی ما کسی رو اون صدا زیاده، وقتی کسی رو ما نمیبخشیم چی میشه؟ مثل اینکه ما با اون شخص در یک رخت خواب هستیم و مرتب داریم باهاش صحبت میکنیم. بنابراین پس بخشیدن خودمون یکی از کارهای بسیار مهمیه که به ما کمک میکنه که حال و احوال خودمون خوب شه. خب یک سوالی هستش آقای حسین، میتونی بخونین؟ رد شد زود، من خوندم. بله، در مورد نگرانی و ترس ها راجع به کرونا پرسیدن آقای حسین. اوکی، حتما ترس از کرونا یک ترس طبیعیه، ما هممون داریم، هیچ چیزی نیستش که نباشه. و اونهایی که بیشتر ترس از کرونا دارن مطمئن باشید بیشتر این بیماری رو میگیرن. ما اگر بدونیم که خب این هم که آمار هست،
که همه خیلی اصلا فوت میکنن، چیزی نمیشن. اگه ما خودمون مواظب باشیم، توجه داشته باشیم که چگونه مواظبت کنیم خودمونو، با فرزندانمون راجع به این بیماری صحبت کنیم، و اگر استرابمون رو کمتر کنیم خیلی کمتر به این بیماری دچار میشیم. ولی یادتون باشه یه چیزای خارج از کنترل ماست، یه چیزای خارج از کنترل ما نیست. بنابراین نگاه کنید ببینید که شما چگونه میتونید که آنچه که قرار اداره بکنید بکنید، و بعد با خودتون صحبت کنید که من که کاری ازم خارج نیست. و در واقع دعای 12 قدم خیلی خوبه که خداوند رو کمکم کن که بپذیرم اون چیزی که میتونم تغییر بدم و بپذیرم اون چیزایی که نمیتونم تغییر بدم و تفاوت این دوتا رو بدونم. خیلی کارا رو ما نمیتونیم بکنیم، ولی استرابه، ما همیشه خیلی استراب داریم برای چیزایی که نمیتونیم اداره کنیم، خارج از کنترلمون هست و حالمون بد میشه. بنابراین اونجا قراره با خودمون صحبت کنیم که من نگاه میکنم، قبول میکنم که این ترس رو دارم، با خودم صحبت میکنم، بچه هامو نمیترسونم و هست اون چه که هست. در این شرایط توجهمو به کارهای دیگه میدم. میدونیم درمانگاه ها پر شده، بیمارستان ها پر شده، مراکز درمانی خیلی پر شده، خیلی نگرانی هستش. ولی همچنینم و نمیشه نادیده گرفت، ولی همچنین ما قراره مراعات کنیم. اگر قرار خونه بمونیم، خونه بمونیم. اگر قرار تحمل کنیم، تنهایی دیگران رو بکنیم. ولی متاسفانه علتی که در ایران خیلی مسئله بیشتره و حتی لس آنجلس ما خیلی بیشتر بود، به خاطر که مردم دوست داشتن در این بحران بیرون برن و دیگه حالا استراب ویروس کرونا بود، ولی نمیتونستن خودشون رو قانع کنن که من قراره بمونم و قراره استرابم رو حل کنم. استراب در واقع استرس چیزیست که خارج از کنترل ماست، ولی در کنترل ما هست. یه چویسه، ما قراره نگاش کنیم، با خودمون حرف بزنیم. من امروز گلکاری میکنم، امروز ورزش میکنم، امروز کتاب میخونم، امروز تلفنی با دوستام هستم، زوم تشکیل میدیم. و این استراب دقیقاً واکنش طبیعی به تمام شرایط سخت و تحت آمیزه، و اگر شدتش زیاد بشه و رنج ایجاد میکنه، افسردگی ایجاد میکنه، سیستم ایمنیتون ضعیف میشه، افسردگی میگیرین، در صورتی که شما کاری نمیتونین بکنین جز اینکه رعایت بکنین، رعایت کنین اون چه که قراره انجام بدین و تمام شبکه‌های اجتماعی رو نگاه کنین، بشنوید و ببینید که کجا نباید برید، کجا مواظب باشید تا این اختلال استراب منتشر جنرال انگزایتی دیسوردر توی شما نیادش. ما ایرانی ها، بهتون بگم نازنینا، از همون کودکیمون این جنرال انگزایتی دیسوردر رو تو مون میذارن. از همون کلاس اول که میخواییم بریم اینو بپوش، این کارو بکن، انقدر زودتر باید به مدرسه باشی، اینجوری باشی. درسته یه جوری ما رو مسئولتر کردن، ولی از این ور مظلوم و بدبخت و بیچارم شدیم و خیلی جاها بدون دلیل این استراب رو داریم. جاست مواظب باشید و بدونید که خب خیلی همه هم دردیم، همه این درد رو داریم، ولی قراره که به جای اینکه بیکار باشیم و بشینیم و هی اخبار رو گوش کنیم، نگاه کنیم پیاده روی رو داشته باشیم در جایی که امنه، نداریم توی خونمون، احساسات و نگرانی هامونو شروع کنیم بنویسیم و اونا رو اداره بکنیم. از روش هایی که برای کاهش کردن استرابه، دم کردن گرگاب زبان و سامبولاتی با اینا و رو دارو تا جایی که ممکنه نرید، مگر اینکه بیماری های دیگه دارید و لازمه که رو دارو برید. خب سوال بعد جانم، راجب دو تا سوال راجب نوجوانان هستش. یکی این که با دختر 14 سالم که در سن بلوغ چطوری رفتار بکنم که به من بیشتر اطمینان بکنه، و یه سوال هم راجع به پسر 12 ساله و نوجوان هست که چگونه با ترساش باید برخورد کرد. خب آیا به من لطفاً یک سوال رو بگید، خب یک سوال رو بگید که من بتونم بخونم کدومشون اول بگید. با دختری که در سن بلوغ و 14 سالگی هست چگونه برخورد کنم که با 14 ساله. چند تا بچه دارن این خانم یا آقا؟
چند تا بچه دارن نازنین؟ من فکر چون که این سوال رو یک نفر نوشته، فکر میکنم یک پسر 12 ساله و یک دختر 14 ساله دارن. راجع به دوتاش سوال داشتن که پسر 12 ساله دچار ترس هستن و دختر 14 ساله رو چجوری با باهاش رفتار بکنن که اعتمادش رو جلب بکنن. ببین چجوریه، اول از همه شما باید یاد بگیرین که چند اشتباه والدین برای دوتا بچهتون میگم، هم 14 ساله و 12 ساله رو میگم، چندین اشتباهی که مادر پدرها انجام میدن و این خیلی دردناکه. یکی این که بچه رو مقایسه میکنن با بچه های دیگه، یکی این که بچه رو پایین میارن، یکی این که با بچه صحبت درست ندارن که بفهمن واقعا این بچه چی میخواد. زمانی که کودک بوده چقدر به این بچه توجه دادین، چقدر الان بهش توجه میدین؟ بچه 12 ساله 14 ساله دیگه نوجوانایی هستن که دارن میرن به طرف تینیجری. خب بنابراین شما باید چیکار کنید؟ باید براشون احترام قائل شید، همون احترامی که شما برای همسرتون قائلین، برای دوستتون قائلین. بشینین با هم دیگه صحبت کنیم، یعنی در واقع مهارت فرزند پروری رو سبک سنگین کنین و یاد بگیرین. دیگه اینا بچه 5-6 ساله نیستن که فرمان بدید من اینو میخوام بکن، به اونام نمیتونین. بچه 5 ساله میگفت با من سوال میگرد، میگو بابام منو میبره میخوابونه، من بخوام مامانم من بخوابونه، بابام شده باست خواب من، رئیس خواب من، من دوست ندارم. مامانم قصه میگه، نازم میکنه، حرف میزنه، بابا میشینه تلفنش دسته میگه بخواب، من بابا رو دوست ندارم باست رئیس خواب من باشه. با بابا صحبت کردیم که چگونه بچه رو ببره بخوابونه و خوابون. بچه عالی حالش، نه سرکشه نه ناراحته، حالش خیلی خوبه. خب اشتباه رایج والدین اینه که متوجه نیستن که بچه چی میخواد، انتظار بدترین رو دارن، از آینده میترسن، علایق و سرگرمی های بچه توجه نمیدن، داد و بیداد میکنن، توهین میکنن، تهدید میکنن و پایینش میارن و مادر و پدر جلوی بچه های کبدو میکنن. متوجه نیستید این کتاب استیچز که من میخونم چقدر داره میگه که واو، که بچه نقاشی کرده اون لحظه که مادر پدر دعوا میکردن، نمیدونم چم بود، دلم به هم میخورد، رفتم تو اتاق استفراغ کردم، نفهمیدم چی شد. حالا این حالا یه جونه مثلا جوان 25 ساله است داره 7 سالگیشو مینویسه که شاهد چه چیزایی بوده. بچه شما 40 دقیقه بعد از اینکه به دنیا میاد، حالت دهان شما، حالت خندیدن شما، حالت اخم کردن شما رو میبینه، میفهمه. اینها آزمون شده، تست شده و میفهمه. بنابراین شما حتی زمانی که حامله هستید، رفتار همسرتون با شما، رفتار شما با همسرتون، داد و بیدادها، غیبت کردنها، جنگ کردنها، همه روی بچه شما اثر میذاره و از لحظه‌ای که به دنیا میاد روش اثر میذاره. بعد راجع به غمگینی داریم میگیم دیگه، چرا افسرده هستیم، چرا اضطراب داریم، چرا غمگینیم. و بعد که بچه میاد تازه شروع میکنین مواظب باشین. موزیکی که زمان حاملگی بچه شنیده، وقتی مادر پدر پدرم نشستن دست به روی شکم مادر گذاشته، پدر ناز کرده، مادر ناز کرده شوهر رو، با هم دیگه خوب بودن، اون موزیک رو وقتی بچه به دنیا آمد براش میذارن، بچه میفهمه و واکنش نشون میده. یعنی ببینین چقدر اینا هست تا اینکه بچه توی شکم مادر جیغ و داد میشنوه. اونهایی که میگین بچه یک مصیبته، انتظار بدترین رو داریم، یعنی من فریاد میزنم سر همچین کسایی، وای اومده، وای چقدر سخته، اصلا میخوایم بچه دار بشیم سخته، چه کار بکنیم، حاملن اومدن پیش ما. یعنی فکر میکنین که بدترین چیزها رو بد پیشبینی میکنین و اوه 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 چقدر این نوجوانیش سخت خواهد شد، چقدر جوانیش سخت خواهد شد. اصلا توی خانواده ما این بیماری هستش، بیماری. خب میخواستین حامله نشین، میخواستین چک کنین، میخواستین دوتایی برین نگاه کنین که آیا میخواید بچه دار بشید یا نه. تمام اینا مسائلی که بچه هاتون رو درگیر میکنه و
برای این خانومی که دارن میگن که 12 ساله میترسه، ببینید ریشه ها چی بوده پیدا کنید و از همکنون ببرینش پیش مشاوره و با احترام باش رفتار کنید. نوجوان هستند و با دخترتون هم همینطور. کتاب های زیاد فرزند پروری بخونید. سیدی ما من گذاشتم چگونه رابطه مؤثر با فرزندانمون داشته باشیم، رایگانه، تو یوتیوب برید گوش کنید. سیدی های بسیار زیادی هستش که دکتر هلاکویی دارن، برید سفارش بدید بخونید. اصلا یاد بگیرید مادر و پدر بودن قبل از اینکه بچه دار شدید و الان که بچه دارید، گیر دادن به چیزهای کوچیک و کم ارزش رو برزین دور. عزیزم سوال دارین؟ بله خانم دکتر، آقای جوان پرسیدن که در مورد حساسیت و زودرنجی اگر میشه توضیح بدین، و اینکه من موقتا با دیدن کلیپ های روانشناسی حالم خیلی خوب میشه ولی دوباره بعدش دچار احساسات بد و غم میشم، چیکار باید بکنم و آیا اینکه من به درمان زیاد توسط روانشناس و تراپیست نیاز دارم یا نه؟ حتما نیاز داریم، همه نیاز داریم. درست مثل اینکه رفتن حمامه، همه نیاز داریم به روانشناس اگر میتونید این کارو بکنید. گفتین جوان چند سالشونه؟ سنشون رو ذکر نکردن اما جوان هستن، حالا از عکس و آیدی که من دیدم به نظر خیلی جوانه. اوکی، اولا زودرنجی یعنی چی؟ یعنی که من حساسم، یعنی مثل که من بدنم زخمه، هر کی از پلوی من میره میگم که یه چیزی داره به من میخوره، زودرنجم. پس باید تقویت حرمت به نفس بکنی. یکی از بهترین کارهایی که میتونن این اشخاص بکنن، شروع کنن از دیگران نکات خوبی که راجع به اینا میگن رو بنویسن و نگاه کنن این افرمیشن، جملات مثبت که من قادرم، من میتونم، من به وجود میارم، برای هر مسئله یک راه حلی هست رو که من تو آگهی ها میگم همیشه، برای هر مسئله راه حلی هستش، و نگاه کنن و بعد قدرت ابراز وجود داشته باشن. اونجایی که خجالت میکنن و میترسن. خانم دکتر چون پرسیدید من مجبور شدم کاتتون بکنم، گفتن که 21 سالم هست. عالی عزیزم، به خصوص این سن یاد بگیر که قدرت ابراز وجود داشته باشی و اگر کودکی سرت زدن یا اذیتت کردن یا پایینت آوردن و روانشناس هم نرفتین، کاری هم نکردین و حالا داری خودت میخونی، بیشتر بخون سایت های مختلف روانشناس ها رو، برو کتاب های بیشتری بخون و مهارت هایی رو یاد بگیر که رابطه اجتماعی بیشتری داشته باشی، با کسای بیشتری دوست بشی، با کسای بیشتری حرف بزنی، احساساتت رو بنویسی و اینکه من زود رنجم حساسم بنویس. همیشه حقو بده به دیگران برای یه مدت که یه کتاب چهار میثاق رو بخون، فور اگریمنت دانیل سیگل. این کتاب بسیار خوبه، فور اگریمنت دانیل سیگل رو بخون و به شما نشون میده که اونجایی که ما معنا میدیم، اونجایی که شخصی میگیریم، اونجایی که یه چیزی رو بزرگ میکنیم، اونجاست که یه کودک بدی داشتم، وای 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 همین رو دیدم الان. خب اونجایی که ما اینطوری نگاه میکنیم، اونجاست که به خودمون حالمون بد میشه. من میرم سوال بعدی. پس شما میتونی روانشناس بری، کتابا رو میخونی، کتاب چهار میثاقو بخون، حتما به کمکت میکنه که معنا ندی، زود رنجی عمل کنی. این جمله کودک بدی داشتم، خانم دکتر راجع به این موضوع هم ذکر کردن اتفاقا که کودک بدی داشتم، همین آقایی که سوالو پرسیدن و قبلا هم پیش تراپیست رفتم ولی حالا با کرونا این مسئله بد شده. کودکی خودشونو میگن بد داشتم. بله بله. آه قلبم ریخت، فکر کردم راجبه یه بچه‌ای دارن میگن که کودکی بد دارم. بسیار خوب، کودکی بدی داشتم عزیز دلم. شروع کن از همون سالهایی که یادته، میدونم
من کار میکنم، سایکوانالیسیس کار میکنم، فرویدیان یونین و همچنین پست مدرن تراپی، سولوشن فوکس، سی بی تی، اینا همه چیزای جدیدتره. هر دو رو کار میکنم و میدونم خیلی بیشتر فامیلی سیستم و اینا هم کار میکنم. وقتی که شما مینویسین کودکی بدی داشتم، خیلی چیزها رو شما یادتون نمیمونه، متوجه هستید؟ نمیمونه که چی شده. هر چی که یادته بنویس، خب هر چی که یادته بنویس راجع بهش و بعد با روانشناست صحبت کن. اب نداره عزیزم، اون موقع شما نمیتونستی و نمیتونی بری، ولی از طریق زوم و فیس تایم برید، حتما از طریق زوم و فیس تایم برید صحبت کنید و کتابای زیادی رو بخونید و با کسانی کودکی بد را تجربه کردن صحبت کنید و خودتون بشید مادر و پدر خودتون. کودکی رو دوباره تجربه کردن، ما مکانیزم دفاعی ما کاری میکنه که ما پنهانش میکنیم، بلاکش میکنیم، میبندیم. و خیلی ها یادتون نمیاد که کودکی بدی داشتین، خیلی ها یادتون نمیاد. بنابراین هر چیزی که یادتون میاد بنویسین، شروع کنین. مثلا من میخوام کتاب زندگیمو بنویسم. خب وقتی که ما میخوام کتاب زندگیمون رو بنویسیم، ناخودآگاه خیلی چیزا رو ما یادمون میاد. خب خیلی چیزا عجیب غریبه و بعد نکات بسیار مثبتی راجع به خودتون پیدا میکنید. واه، من چه کاری کردم، من چه چیز خوبی بودم، من اونجا چه بچه خوبی بودم، حالا مامانه داد زد و بیداد کرد، دیگه مسئله من نیست، مسئله اونه. من میرم اتفاقا میرم با مادرم صحبت میکنم، میگم یادت وقتی که من این حرف زدم به من اینجور گفتی؟ بیا با هم صحبت کنیم، بدون اینکه عصبانی بشید، بدون اینکه داد و بیداد کنید، بدون اینکه مشکل سازی کنید. اونم نمیدونسته. من همیشه میگم ما همه قربانیان هستیم و نمیدونستیم که چه کار باید بکنیم و این اتفاق افتاده. خودتون قرار دوباره ترمیم کنین، بازسازی کنین خودتونو و به بهترین نحو خودتونو در واقع پمپر کنید، به خودتون رو به خودتون برسینید و اگر این کارا رو بکنید حالتون بهتر میشه. سال بعد خانم دکتر، من یه چیز رو ذکر بکنم راجع به کتابی که شما گفتین، چهار میثاق، به صورت صوتی هست، همه میتونن گوش بکنن. خود شما برای من رو فرستادین و من گوش کردم، که حالا توصیه میکنم هم به این آقا که این گوش کنن. و به خاطر این اینو گفتم که سوال بعدی در این رابطه هستش و این کتاب خیلی میتونه به اون خانم کمک بکنه. پرسیدن که چگونه تمرین کنیم که هر چیزی رو، هر رفتاری رو به خودمون نگیریم، که فکر کنم اصل 3 یا 4 یکی از اون میثاقا همین باشه اگه یادم باشه. خب بگو ببینم چی شادته. اینی که شما حالا من همه 4 میثاق یادم، شاید اون ترتیبش یادم نباشه، اما خب این بودش که به هر چیزی معنا نباید داد دیگه. حالا این سوالی که این خانم پرسیدن، این کتاب خیلی به دردشون میخوره. و آقای قبلی که سوال پرسیدن که حساسیت و زودرنجی، من تجربه شخصی رو میگم شما سالهای پیش این کتاب واسه من صوتیشو فرستادید، که یکی از اون میثاقا اینه که باید به خودمون عهد و میثاق ببندیم که هر چیزی رو به خودمون نگیریم یا معنا ندیم، که احتمالا درصد بالایی از اونها اصلا ربطی به ما نداشت. و اولینش که مهمترین هست کلام دیگه، که کلام هر چیزیه که میمونه. واقعا یه جمله معروف هم میگن صداست که فقط میمونه. اون کلام خیلی چیزا رو میسازه، حالا چه خوب چه میتونه تخریب کنه و ما رو نابود کنه. نابودگرم خیلی هست اون کلام. آفرین، ماشاءالله، بهت افتخار میکنم محمد عزیز، بهت افتخار میکنم. کلام ما عصای معجزه‌گر ما. این کتابم بخونید و اونجایی که ما با کلام خودمون گناه میکنیم، در واقع خودمون رو میاندازیم تو جایی که قرار نباشیم. میثاق‌های قدیمی، تعهدات قدیمی رو که ما با خودمون بستیم، من خوب نیستم، من اینجوریم، من اونجوریم، تمام اینا رو جمعش کنین بریزین تو سطل آشغال. خانم دکتر، مشکل این خانم این هست که به خودشون میگیرن هر حرف و مسئله رو، دوست دارن تمرین بکنن که به خودشون نگیرن. این کتابو بخونین. شما انقدر مهم نیستین، من انقدر مهم نیستم که همه آدما بخون راجع به من و شما حرف بزنم. اصلا ما مهم نیستیم. 4 میثاق رو بخونین و در واقع به شما نشون میده که زندگی طوری دیگه است. من دوباره میخوام از نو ساخته بشم.
و ما چون کتابی قطعی از من از ستارگان ساختم، او سپس فهمید هرچند از ستارگان ساخته شده آن ستاره ها نیست، این من هستم، این اندیشه منه، این نگاه منه. این کتاب فوق العاده خوبه. آقای احمد عزیز، ما این کتاب رو با صدای شاهین عزیز داریم، بنویسین این کتاب الان تو یوتیوب منه کجا هستش. این در رابطه با اهلی شدن خوب خودمونه، اهلی شدن در این سیاره زمین و خودمون رو نگاه کردن و اینکه ما چگونه بودیم و حالا چگونه میخوایم نگاه کنیم، چگونه خودمون رو بپذیریم. با اولینش، اولین میثاقش محمد جون و بقیه اینه که با کلام خودمون، با کلام خودمون رو گناه نکنیم. میگه اگر بسیار مراقبش بود و خانم دکتر توی گروه واتساپی ما، بله توی گروه واتساپی ما، البته یه مقدار طول میکشه عزیزانی که هستن، اگر برن بالاتر پیداش میکنن، چون چند وقت گذشته حالا یا خودتون یا ادمین گذاشتن توی گروه تیکتی که حالا وایس های مختلف اونجا هم هستش. بله میثاق اولم همون کلام بودش. کلام خود گناه نکنین. میثاق دوم اینه که هیچ چیزی رو به خودتون نگیرین، اصلا راجب شما نیست. این جادو سیاه کلامی که ما رو بیچاره میکنه، اصلا به خودمون نگیریم. میثاق سوم اینه که تصورات باطل نکنین، اصلا راجب ما نیست، راجب ما نیست. و میثاق چهارم اینه که همیشه بیشترین تلاشمون رو بکنیم. و کوین نوشتش، این کتاب به صورت صوتی در پیج ما هست. خب این خانمی گفته بودن در اینستاگرام، من راجب خودم بگم، حتما میگم، خیلی جالبه. خیلی من داستان زندگیمو که مینویسم بیشترشم از خودم مینویسم. چیزایی میاد جلومون که میگم من که 8 سالم بود فکر میکردم که همچین بچه باهوشی هم نیستم، یا 10 سالم بود من این کاری کردم، اون کاری کردم. چرا اینا به من اینجوری میگفتن؟ چرا مادر بزرگ ما رو مقایسه میکرد؟ برای هر کدوم یه اسمی داشت. چرا اینجوری بود؟ و خیلی برام جالبه. و اینا رو همه رو برای کمک به بقیه کمک استفاده میکنم. خب این کتاب راجع به این میگه که ما میتونیم با اون میثاق‌های قبلی آدم وحشی باشیم و میتونیم در روند اهلی شدن خودمون و گوهر وجود خودمون رو دیدن، خودمون رو خوب ببینیم. کتاب قانونی که ما داریم که بالا سرمون میذاریم و جاجمنت هامونه، ما میخوایم اون جاجمنت هامونو باطل کنیم، بگیم غلطه. تو هر چی که به من گفتن بی خود گفتن. من خودم میدونم انسان خوبیم. خوبیاتونو ببینیم و بنویسیم. کاش که بیاین اینجا بنویسیم تا ما از خدافظی میکنیم، از تلویزیون میام روی اینستاگرام، چند تا خوبیای شما رو بنویسیم، بنویسید و ببینیم که نگاه کنید که ببینید. خانم دکتر من فوری دو تا سوال بپرسم یا تایمی سوی تلویزیون؟ والا ما داریم باید خدافزی کنیم از شبکه جهانی تلویزیون امید ایران. میخوام شما بیاید روی اینستاگرام یا توی زوم من میایید، درسته؟ من توی زوم میام، اون دو تا سوال رو میخونم. بله حتما. سن رو در نظر میگیریم؟ بگید اصلا من با سن مخالف هم، اصلا حرفا نیست، اصلا حرفا نیست. من باز شروع کردم از جمعه یک دانشگاه دیگه دارم میرم، اصلا سن رو فراموش کنید. باشه، خدا نگهدار به دوستان عزیز تلویزیون. خدا نگهدار. اجازه ندید و فقط میخوام با من دکتر شیرین نوروی روانشناس بالینی در برنامه زنده ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون امید ایران همراه باشید. در این برنامه آماده پرسش های شما در رابطه با خود، همسر، فرزندان، اطرافیان و غیره هستم. تکرار برنامه ساعت 8 شب به وقت لس آنجلس و یک شنبه ساعت 10 صبح می باشد.